خسته نباشید. بیاید. تمامی تو. اسمت چیه؟ الخان. الخان چی؟ رحیم اغلی. فنگوش بزن. زد باش. اسمت تو؟ چنگیز. چنگیز چی؟ اسمایلو. فنگوش بزن. این قسمت. رحیم. آقایونلو. چی؟ آقایونلو. انگوش بزن. اینجا. خوبه. خسته نباشی خلیل. تمام خسته نباشی. خدایا این دخترای ما رو خوشبخت کن و هر آرزویی که دارن برسون. با هر نیتی که تو این کوزه منجوق انداختن حاجتشون رو برآورده کن. از اول خوب بیاد، خوب به خوب تر بیاد. فالی که گرفتی به مدد علی تا آخرش خوب بیاد. به بازار هلو اومده، نور چشمونم اومده. اینجوی آبو کی تمیز کرده آب اینطور پاک و زلال اومده؟ درخت گلابی پربار، موهام بافته شده در هم. خدایا این پسر خوشتی برسون این دختره رو ببره به خونه بخت. مال آینه‌سه. بیا تو. سرباز داداشوف در خدمت شماست. بیا داداشوف. بیا. شنیدم پیش سربازا گفتی ماهیگیر قابلی هستی. همینطور قربان. پس برو انبار یه قلاب بگیر و بنداز تو عرص. مهارت خودتو نشون بده ببینم واقعا ماهیگیر ماهری هستی یا برای سربازا لاف اومدی. به روی چشم قربان. میتونید به هم اعتماد کنید. نترس. به من دست نزن. میخوام بهت کمک کنم. نترس. اینجا خطرناکه. برو. برو.
دختر چرا زود برگشتی؟ افتادم تو آب خیس شدم. دخترم نمیتونی حیوانا رو بده پسرموت ببره. خودش همیشه میگه. لازم نیست. من فقط امروز این اتفاق واسم افتاده. آیتین هان حواست کجاست پسر؟ تو رو صدا میزنم. تایماز کی اومدی؟ خب تعریف کن خوش گذشت مرخصی؟ والا آیتین وقتی میرم مرخصی دیگه اصلا دوست ندارم که برگردم اینجا. راستی مادرم یکم خوراکی برام گذاشته. بشین بیا. اما احتیاط کن. تو سمت ما رو بپا، منم سمت شما رو. خبری نیست. دیگه یه سیب برا تو پردم. ممنون. نوشه جان. پسر چی میشه این سربازی زود تموم بشه؟ اونقدر دوست دارم بیام آذربایجان. حالا بذار سربازی تموم بشه، منم 100% میام سمت شما. انشالله قدمت روی چشمهایت اینجا. دخترمو، های دخترمو. سلام. سلام. خوبی؟ ممنون. خوش اومدی. ممنون. اینو مادرم واسه شما فرستاده. دستش درد نکنه. دستش درد نکنه. میای با ما شام بخوری؟ تشکر. نه دیگه، من باید برم. به مادرت سلام برسون. زنده باشی. کاری نداری؟ ممنون. کاری از دستمون بر نمیاد. اگه کاری ازمون بر بیاد در خدمتی. بچم یتیم شد. یکی از گوسفندام دوید رفت منطقه ممنوعه. اونو بهم برگردون. آی پسر، گوسفند اینو بدید بره. برو گوسفندتو بگیر. حالا چیکار کنم؟ بچم. ببخشید ما جسدو باید از کجا تحویل بدیم؟ به همه پاسگاهی مرزی خبر دادیم. به محض اینکه خبری بشه بهتون اطلاع میدیم. ولی زیاد امیدوار نباشید. بیشتر وقتا اینجا جسدو پیدا نمیشه. اسلحه‌هاتون رو بیارین پایین.
آقایی. ممنونم. خواهش میکنم. اسمم آیلینه. اسم تو چیه؟ آیناس. آیناس. بازم این طرف هم یه؟ اگه بازم بعدم فرار کنه حتما میام. زنده باشی آیناز. من رفتم. آیدین، آیدین با تو هم. تو چه شده پسر؟ چند وقت یه جوری شدی؟ نه همه چی خوبه، هیچی نشده. با من حرف بزن برادر، من رفیقتم. اون روز تو عرصی دختر دیدم، یه دختر با چشمای زیبا، ابروشو بالا انداخت، چشمشو چرخوند، خندید، خندید و دردش به جونم افتاد. نکنه تو عاشق شدی پسر؟ آره عاشق شدم، ولی اون برای من دست نیافتنی. حتی صدا من بهش نمیرسه. بگو ببینم این دختر خوشبخت کیه که مهرش به دلت افتاده ها؟ میدونی بین ما هم فاصله خیلی زیاده، هم خیلی کمه. چی میخوای بگی؟ من از اون دختر یه خط ازم جدا کردم، دختری که عاشقش شدم اون سمت خط مرزی، جایی که تو بایستی. اگه فقط یه قدم بردارم. خودت بهتر میدونی چه برای سرم میاد. آیدین. Gözlerin, esni kaşların gözlerin. Sağ ol.
پایدار باشید. خسته نباشید دایی. زنده باشی دختر قشنگ. بریم دیر وقت. پاشو بریم. مازه باش. مراد پاشو بریم پسرم دیر وقته. پاشو بزن. تموم شد؟ آره تموم شد. خیلی خوب بود. میشنیدم و خیلی خوب بود. دست در نکن. آره دیدم میشنیدی. برو خونتون. برو برو پسرم. بیا دخترم بریم. بیا. آی شکرت. عجب تالای غریبی دارم. دلم برای کسی میلرزه که خیلی به هم نزدیکه. در این حال خیلی از من دوره. صدا من بهش نمیرسه. حتی صدای عرصه صدای من بلندتره. تو هم براش بنویس. هان؟ مسخره میکنی؟ نه جدی میگم. بنویس. برات نامه نوشتم. چی میگی؟ نمیشنوم. برات نامه نوشتم. چجوری میخوای بفرستی؟ الان یه جوری میفرستم. آیناس همه را افتادن. زود باش زود باش. نوشتم. چیو؟ نامه. من یه خودت نگفتی نامه بنویس. نامه؟
اما این کار من نیست. خواهش میکنم اینو فقط تو میتونی به اون برسونی. قول بده که بازش نمی کنی. قول میدم. از اینجا برو. برو اینجا با این هستا. برو. برو. اینجا نمون. نامه داری. آذربایجانی. همون سرباز آذربایجانی. گذاشتم تو چاک درم. برو. برو اینجا با این هستا. برو. کردی؟ این به چه زبونی نوشته شده؟ اینا که اصلا نمیشه خوندش. ول کردی اینجا استراحت میکنی؟ حوصله نداره. بله دارم میبینم. این که کار تو نیست. حیونا رو بسپر به من، خودت هم برو کارهای خونه رو انجام بده. دختر که چوپونی نمیکنه. من کار خودم رو خوب بلدم. نمیخوام به شما زحمت بدم پسرمو. خب دیگه خودت میدونی. کاری نداری؟ نه دیگه نداری. پس الان چیکار کنیم؟ من نمیدونم.
آخه من هدفهای شما رو برات نیستم. تو باید بهم کمک کنی تایماز. تو هر چی گفتی من انجام دادم. ما با هم رفیقیم. اینطور نیست؟ بیا نامه من رو با الفبای خودتون بنویس. باشه. یه کاغذ و قلم بده. تو بخون من بنویسم. کاغذ ندارم. بیا زیر خط خودم بنویسش. اینطوری بهترم هست. دیگه چیزی از قلم نمیافته. نگاه کن کسی نباشه. بشین. نگران نباش. حواسم هست. بگو. تو فرشته ای هستی که بادها تو را به سوی من آورد. من پیاده ام. و تو سوار بر بادش پرواز میکنی. بگو. آهسته برو. نمیتونم به تو برسم. آهسته برو. به من نگاه کن. مراد پسر کجایی تو؟ میگم میشه فردا گوسفندای آینازو من ببرمشون دشت؟ برای چی؟ خوب نیست دیگه بین اون همه سرباز یه دختر، آدم به غیرتش بر میخوره. آیناز با بقیه فرق میکنه. اون دختر یه پامرده. هیچ کس جرأت نمیکنه که یه جور دیگه نگاش کنه پسر. نامه از آیناز. بخون ببینم چی نوشته. نمیخونم. آخه الفبای شما رو من بلد نیستم. نوشته برای من یه شماره تلفن بده. میخوام باهات حرف بزنم. ولی ما تو پاسگاه نمیتونیم با تلفن حرف بزنیم. بعدم نوشته که اونقدر آشنایی که از هر آشنایی آشناتری برام. خجالت میکشم. سب کن. ولی خجالت میکشم ولی باید بگم خیلی دوستت دارم. نوشته به تلفن من زنگ بزن، دلم میخواد باهات حرف بزنم. در انتظار تماس تلفنت هستم. اینجا هم شماره تلفنشو نوشته. عروسی خاله اراده اینا اینجا.
تو تبریز و اردبیل باید چند تا مراسم دیگه برم. کارم تموم شد برمیگردم. خدا به همراهت باشه. مراقب خودتون باش. زنده باشی. یا داشتم حفظ میکردم. من گوسفندا رو میبرم کنار آب، اگه میخوای تو هم بیا. نه، خودم آخر وقت میبرمشون، هنوز سیر نشدم. همین ادوات منو کشته. قربان، واقعیت اینه که این شخص از مرز رد شده، کشته شد. از اطلاعاتت مطمئنی؟ متاسفانه بله. خانم، میدونید که توی مرز از این اتفاقات زیاد رخ میده. چی کار میشه کرد؟ چی کار میشه کرد؟ بهتون تسلیت میگم. سلیم مرده، سلیم مرده، خونم خراب شد. مادر، ازت یه خواهشی دارم. چی شده؟ میخوام با پدرم صحبت کنی، رازیش کن بر من از آیناز خواستگاری کنه. اصلا میفهمی چی داری میگی؟ آدم قطعه؟ من اونو دوستش دارم. تو گم میخوری با من؟ جیگره کباب بشه بچه، مثل پدر جیگرمو سوزوندی. بچه ها چه زود بزرگ شده، انگار همین دیروز بود. یواش یواش دست این دوتا رو باید بذاریم تو دست هم دیگه. ما هم امروز اومدیم اینجا یه چایی بخوریم و قرار عروسی این دوتا رو بذاریم. خیلی خوش اومدی. بفرمایید، بفرمایید. والا من نمیتونم چیزی بگم، باید صبر کنیم جاییش بیاد. خودتون بهتر میدونین، تو خانواده ما حرف آخر رو عاشق میزنه. احترام عاشق واجبه، ولی من چطور صبر کنم عاشق برگرده دوباره از اول شروع کنیم؟ اولا ناسلامتی من عمو یا آینازم، دوما محض اطلاعت وقتی بچه بودن من و برادرم اینا رو واسه همدیگه نشون کرده بودیم، دیگه حرفی باقی نمیمونه. فردا هم به برادرم زنگ میزنم مسئله رو بهش میگم. راضی کردن عاشقم با خود من، پدر آیناز خودش در قید حیاته، اون وقتی راضی باشه دیگه برای عاشق حرفی نمیمونه. آخه پدر آیناز چه حقی به گردن آیناز داره؟ پدر دختر وقتی میتونه حرف بزنه که بالا سر دخترش باشه. آیناز وقتی 4 سالش بود پدرش گذاشته رفته به یه دلخوشی خودش، الان بعد 13 سال میخواد بیاد چی بگه، چی کار بکنه؟ 13 ساله که تو این خونه حرف حرف عاشقه. ببخشید، باید صبر کنیم عاشق برگرده. بی ناموس، بی شرف، نامه می نویسی ها؟ خوبه واسه خواهر و مادرت نامه بنویسم؟ بکی نوشی ها؟
چی نوشتی؟ واسه چی نوشتی؟ تایماس؟ آقا این چه کاری؟ آقا پسر تایماس اجالت بکشین بلند شین بیا ببینم چی نوشتی؟ بیا این طرف بلش کن بلش کن ببینم بلش بلم کنی تو کی هستی؟ بلش کن به کی نوشتی؟ به تو ربطی نداره بلم کن ببینم این کیه؟ آروم باش بلم کن ببینم چی میگه این؟ بلش کن تو بکش این چه کاریه میکنی؟ کاریش ندارم بلم کن بگیرش بلم کن به خدا زشته باز چی نوشتی؟ به کنار اون نامه کجاست؟ چی کار میکنی؟ نامه کجاست؟ نامه کجاست؟ اون نامه کجاست؟ بلم کن بلش من آروم باش حسابتو میرسم بیچارت میکنم تو کی هستی؟ نشونت میدم چی شده پسر؟ این چیه دیگه؟ دست گل بردر زدته واسه یکی از سرباز نامی عاشقانه نوشته خفشو این چه حرفیه که میزنی؟ اگه جلومو نگرفته بودن الان اون سربازو کشته بودن در این باره به هیچ کس حرف نمیزنی فهمیدی یا نه؟ احمق بیشور این چه کاریه کردی؟ اهالی ده میریزن اینجا تیکه تیکت میکنن تو به جهنم اینجا رو خراب میکنن اگه خاطر خواهی دخترم باشی نامه نوشتنت اشتباهه هر کاری رسمی داره اینجا روستاست روستایی با شهری ها زمین تا آسمون فرق میکنن تشریف ببر بازداشتگاه تا عقلت بیاد سر جاش برو دعا کن نفرستادمت دادگاه نظامی برو گمشو از جلو چشم گمشو هر کاری دلش خواست کرد جلوشم که نگرفتی هر چی که گفتیم گفتی دختر من واسه خودش یه با مرده چقدر بهت گفتم اینو لدش نفرست ها؟ ولی گوشت بده کار نبود خوب تربیتش نکردی گلی خوب تربیتش نکردی به خاطر همینه که این دختر با آبرمون بازی میکنه حالا پامو چجوری بذارم تو روستا ها؟ با این کار صرف کندمون کردی همش هم که تقصیرت جنابالیه تو عاشق خوب تربیتش نکردی پدرش نیست؟ من که هستم اجازه نمیدن دست از ما خطا بکنه از فردا هم لازم نکرده میدنشت حیفونه رو خود مراد میبره و سلام نامه تمام بروی چشم از امروزم دیگه حق نداره پاشا بذاره بیرون مفهوم شد؟ تلفنش هم ازش بگیر تو چرا اومدی؟ چطور مگه؟ آخه امروز نوبت تایماز بود اون چرا نیومده؟ آقا پاشو از گلیمش دراستر کرده عاشق دختری تو همین روستا شده وقتی میخواست به دختر نامه بده پسرموش دیده و حسابی کتکش زده فرماندم ناراحت شد و فرستادش بازداشت کنم این دلبستگی هوسه اشتباهه چند روز دیگه فراموشش میکنی این دلبستگی به جز رسوایی چیز دیگه ای نداره خیالیه که شبیه حقیقت ظاهر میشه این آتیشیه که زود خاموش میشه مادر میدونی که من تو را از هر کسی تو دنیا بیشتر دوست دارم من و اون تو دوتا دنیای متفاوت دوتا مملکت جدا از هم بزرگ شدیم
یه تپش قلب کنار هم قرار داد. قبلن هیچ وقت این حس تجربه نکرده بودم. منو ببخش، به غیر از تو هیچ کس رو تا حالا اینقدر دوست نداشت. مادر، امروز با پدرم صحبت کن، مسئله خیلی جدیه. چرا اینجوری صحبت میکنی؟ تا پایین سربازیم هنوز 3 ماه مونده، یعنی متوجه نمیشه که بعدن خیلی دیر میشه؟ نه، همشهری نیست، یه دختری اون طرف مرز. الو، الو، شما نگران نباش، من از حیوانا مثل چشام مراقبت میکنم. تو هم برو به کارهای خونه و پخت و پز برس. نمیدونم چی بگم، چطور از خجالت در بیام نمیدونم. این حرفا نزن، رفاقت داره همین روز هست. از اون روز دیگه آینه زم ندیدمش، خیلی نگرانشم. ازت یه خواهش دیگه هم دارم، میدونم خواسته معقولی نیست، ولی به غیر از تو تایماس هیچ کس نمیتونه به هم کمک کنه. تایماس، تو واسه من عین برادری. اگه میشه برام یه خبر از آینس بگیر. این نامه رو به آینس برسون. نمیشه آیدی، خودت میدونی که بعد از اون اتفاق خانوادگی اون دختر اصلا نمیذارن این ور آفتابی شه. باید صبر کنی آبا از آسیا بیفته. منم اون روز شانس آوردم، وگرنه پسرموش الان منو کشته بود. اگه منو یه بار دیگه دور و بر اون دختر ببینن بیچارم میکنن. آیدین منو ببخش داداش، خیلی عذر میخوام، نمیتونم. قشنگه. این همونیه که تاییت از تبریز برات خریده بود. فردا تو عروسی گلنار اینو بپوش، خیلی بهت میاد. آیناز دخترم، فردا تاییت میاد، باهاش صحبت میکنم، نگران نباش، انشالله همه چی درست میشه. آیناز دخترم، آیناز دخترم، آیناز، آیناز دخترم، دخترها راه افتادن، زود باش بیا، زود باش. کجا میخواد بره؟
عروس میره عرس. میرن کوزه رو پر کنن. لازم نکرده. آیناز خانم تو خونه میمونه. خوش اومدین. دایی حتما تلفن داریم. چطور؟ یه تماس خیلی واجب باید بگیرم. مشترک مورد نظر در دسترس نیست. دستگاه یا خاموش شده یا خارج از سرویس است. داداش قربونت برم، بچم خیلی ناراحت. عموش نذاش با دختر رو بره لب رودخونه کوزه پر کنه. عموش خوب، من چی میتونم بهش بگم؟ چند وقت همش تو فکر و خیالی، تمام روز غمگین و افسرده. نمیدونم، اصلا خوب نیستی؟ نه، همه چیز خوبه، مشکلی نیست. آیدین، همه یه سربازای اینجا این بچه های من هم. تو هم یکی از اونه. تو هم این پسرم میمونی. واضح حرف بزن، مشکل چیه؟ فرستادمت مرخصی و نرفتی. گفتی اینجا رو نمیخوام، یه جای دیگه میخوام پست بدم. برای منم سوال، آخه تو چه مشکلی داری؟ همه چی خوبه فرمانده، مطمئن باشی. اینم از دست گل آیناز. از این بیشتر اجازه نده تروس آبروی منو تو رو ببره. من ازت خواهش میکنم اجازه بده آیناز و مراد رو به عقد هم در بیاریم و کار تموم بشه. من حرفی ندارم. شیروه ها یه جفت فرش بدیم، فرشم یمنش خوبه. باشه، یه جفت فرشم به خاطر اینکه حرف زمین نیفته. دخترم دختر خودمونه دیگه، بالاخره برادرزادمه. خدا خیرت بده. دیگه چیزی دیگه ای نمیتونیم بدیم. نه دیگه، فرشارم میذارن رو جهازش. بله، جهیزی هم هرچی که دستون برمیاد میدیم. البته همه چی داره. جهیزیش هم خوب ردیف کنید که جلوی در همسایی آبادی سرمون پایین نباشه. آره، خیلی مبارک باشه. دفعی هم باشه. مبارک. خوش بخش. خدا دلت روشن کنه گلین، دست درد نکنه. دست درد مبارک. نکنه گلین جان، زنده باشی. مبارک ها باشه. مبارک باشه. خدا سلامتی بده. مبارک باشه. تو انگوشش تمومش به پای هم پیر بشه. خوشبخت بشه. مبارک ها باشه، همیشه به شادی. دهنتون رو شیرین کنید. بفرمایید. میبینید چه پسر خوشگلی دادم بهشون. مبارک باشه. واقعا اینا خیلی به هم دیگه میان. خیلی به هم. مراد آیناز به هم میاد. بفرمایید. انشالله قرارمون بذاریم یه وقت تعیین کنیم. انشالله که بازم شادی باشه. مبارک باشه. من که خیلی راضیم. به پای هم پیر بشن. زمان درو هم که رسید عروستون رو ببرید. عاشق وقت درو خیلی دیره. زودتر از اون میبریمش. نه دیگه، اوایل پاییز خوبه. نمیخوام زیاد نامزد بمونم. شما دست به جمعونی باکه زودتر بشه. میدونم. باید زودتر انجام بشه. آشه، خوشبخت بشه نشه. از خدا خوشبختیشون. خدا این دوتا جوون رو سفید دوتاشونم بشه خدا. به هم میان ماشه. خدمت به خیلی بشه. دخترم خدا تو رو سفید بخت بکنه. انشالله. سلامت بشه خوشبخت. خودشم هرچی تو بگیشد. عیبی نداره که اون یکی حرف شما شد، اینم حرف ما گر به گر شد. خدا خوشبخت. مبارک. ایشالا خوشبخت بشه. ممنونم، ایشالا جبان کنی. چی شد؟ چی شد؟ آیناس چی شد؟ یا بیرون.
خاله شما ما آهای خاله شما ما چی شده پسرم؟ خاله شما ما دخترمون مریض شده بیا ببین چی کار میتونی بکنی انشالله خیره باشه صبر کن برم وسایلمو بردارم بیام ببینم چی شده زود باش دورت بگردم نگران نباش آیناز دخترم کار یه دقیقه ساکت باش سر صدا نکن هیچیش نیست خوب میشه نگران آره والله چیزی نیست شلوغش میکنه صبر صبر خواهش میکنم یه دقیقه دندون رو جگر بذار نگران نباشی خاله شما میگوسید چی اومد هیچیش نیست واسه التفاتم که رفته بودیم خواستگاری همینجوری شد دست و پاش گم کرده بود آخه الان جای این حرفاست حرف زدن بلد نیستی خب چیکار کنیم خاله شما ما پاشو واسه من یه ظرف چیزی بیار پاشو بیار برو خواهش میکنم پاشو خواهرم پاشو بذارید کارشو بکنه آخه ای بابا بگو یه هاونگ با دسته بیار یه هاونگ با دسته هم بیار زود باش این دختر اومد یا اش داره از همه مخفیش کردن میبینی چرا از مرز رد شدی ما اومدیم تا جونمونو نجات بدیم ببین چی داره میگه جونمونو نجات بدیم تو موقعی که از مرز رد شدی فکر نکردی امکان داره تو رود عرص غرق بشی سرباز میتونست بهت شلیک کنه تو به این میگی نجات چاره دیگه ای نداشتی ما مجبور شدیم میخواستن منو بدن به یکی دیگه میخواستن ما رو ازم جدا کنن میخواستیم با هم ازدواج کنیم ولی نذاشتن آخه دختر خانم به خاطر این تو باید قانونو بشکنی تو اصلا میدونی چه کار کردی تو هم خودتو همین پسر رو نابود کردی حالا شما رو طبق مقررات محاکمه میکنن و بعد از این کشور برمیگردونن به کشور خودتون ما اینجا بمونیم ما تن امیدمون اینجاست خواهشی کنم مارو برنگردید اونو دیگه قبل از اینکه بیاین باید فکرشو میکردیم التماس میکنم مارو برنگردین التماس میکنم مارو ول کنید دختر بریم. خانم قسم میخورم اگه بریم به هیچ کسی چی نمیگی دختر خانم اینجا بازار نیست سرباز داداشو اینا رو ببر به دایره حقوقی چشم برمن مالا از دست من کاری بر نمیاد ای وای خاله شما اجازه بده اجازه بده خاله شما آروم باش مگه با گله چیزی حل میشه من سر در نیاورم الان باید چیکار کنیم اینو باید ببریدش پیش یه پزشک ببرید بیمارستان یعنی تو نمیتونی کاری بکنی نه کاری از دست من بر نمیاد برو جان برو در خونه ام عزیز بگو تو کارشو بیاره بیاد تو شهر آره بسرم بلنش برو اونجا زود بیا یا بودو خودتو نبازن خوب میشه سکته میکنی ها از دیگه ای بابا خواهش میکنم گریه نکنید خواهش آروم باش بده من ببینم هیچ چیز هر خوب میشه خیلی عجیبه دکتر چی شده؟ یکی از موارد نادریه که من تا حالا دیدم هیچ علائمی تو مغز دختر دیده نمیشه یا خدا اما به چه دلیل از هوش رفته؟ اصلا مشخص نیست متوجه نمیشم باید بیشتر بررسی بشه به گمانم یه شوک عصبی شدید بهش وارد شده انشالله هرچه زودتر به هوش بیاد انشالله
آیناس خواهر عزیزم ناراحت نباش تو رو خود گریه نکن دکتر میگه شوک عصبیه گفت ایشالا به زودی خوب میشه انشالله تو هم خسته شدی بیا بریم کمی استراحت کن نگران نباش نه میخوام پیش بچم بمونم میخوام پیش بچم بمونم آیدین سلام سلام چه خبر؟ خبری نیست تایماس تو دوست خوبی هستی واسم از آیناسی خبر بیار نمیشه چطور بگم نمیشه بعد از دعوا با پسرم و یا اون دختر منو زیر ذره‌بین گذاشتن راستوریس نمیشه چی شد؟ پول زیادی میخوام خیلی زیاد ولی تو نگران نباش من جورش میکنم مهم نیست همه چیو میفروشی نمیذارم بچم اینجا گفتم بمیرم. که من خودم جورش میکنم چی رو بفروشم؟ نه گوسفندا رو میفروشی لازم نیست گوسفندا رو بفروشیم خونه رو نمیفروشیم مگه من مردم؟ چی اومدی؟ خواهر من اینجا بیمارستانه آروم باش دخترتو ببینی چه خبره آروم باشی بفرمایید بیرون بیشه بفرمایید بیرون 13 سال اومدی اینجا بیمارستانه برای چی اومدی؟ بیا اینجا چه میکنی الچین؟ باز چی اومدی؟ داداشم زنگ زد گفت منم دلم طاقت نیاورد زود اومدم حالش چطوره چشه؟ والا نمیدونیم چشه یه هایی افتاد کاشکی میتونستم ببینمش الچین بیشتر از این خواهرمو اذیت نکن برو خواهش میکنم برو خواهش کردم برو چیکار داری میکنی؟ نمیخواد خودم دارم خواهش میکنم فدای چشمات بشم من برای این دختر هیچ کاری نکردم
نزنید، دوستم کشته شدن، نزنید، کمک، نزنید، کمک، نزنید، کمک. مسئولیت اتفاقی که دیشب افتاده با کیه هم؟ کی؟ تو یا یکی دیگه؟ کی تو سنگر دیدبانی بوده؟ تو یا کس دیگه؟ ها؟ البته تو. پس چرا فرمان ایستو دیر دادی؟ یادت نبود دیگه، برای اینکه آقامون حواسش یه جای دیگه است. تا به خودش اومده وایساده نگاه کرده، اون وقت به خاطر ندادن فرمان ایز 4 نفر آدم کشته شده. چرا ساکتی؟ با تو هم چرا لال شدی؟ نمیدونم تو چت شده. فرستادمت سر پست، گفتی اگه ممکنه منو به سنگر دیدبانی بفرستی. فرستادی. بهت کار دفتری پیشنهاد کردم، گفتی بلد نیستم، اما خوب بلدی، خیلی راحت 4 نفر انسانو به کشتن بدی. ها؟ مرگ 4 انسانو. افکه زمان جنگ نیست، زمان جنگ بود یه گلوله وسط پیشونید بیزدم. من هیچ مشکلی ندارم. خفه شو، این مشکلی نداره، مشکلی نداره ایشون، تو مشکلی نداری، اما من با تو مشکل دارم. آره، خیلی خوب، 10 روز اضافه خدمت برات میزنم، چشم ازت بر نمیدارم. حالا گم شو از اینجا. گفتم گم شو. من دارم میرم. خیر باشه. دارم میرم شهر، میخوام آیناز رو ببینم. لازم نکرده، بیماری این دختر بهونه خوبی شد، برات یه دختر دیگه میگیرم. آره، اینطوری خیلی بهتره، با اون کاره که کرده دیگه اون دختر به درد ما نمیخوره، اینطوری آبرمون هم حفظ میشه. تو هم برو سر کارت بجون. آره. چت دیوونه، اینم که پاک خل شده. دخترم عاشق شده، اون دردمند عشق شده. تو نباید با ازدواج اون و مراد موافقت میکردی. بهت گفته بودم عاشق سرباز آذربایجانی شده. این اشتباه اول من نیست، باعث همه بدبختی تو منم. من تو رو مجبور کردم، من تو رو مجبور کردم با یکی ازدواج کنم. من این کار رو کردم. من اون لیاقت تو رو نداشت، آخرشم تو رو ترک کرد. خواهر من، من باعث بودم، من باعث بودم. آیناز، ما هر کاری از دستمون برمی اومد کردیم، اما در این مواقع دنیای پزشکی هنوز عاجزه.
من با خیلی از پزشکا و اساتید صحبت کردم. این طور به نظر میرسه که مغز آیناز با یه شوک عصبی دیگه درست کار نمیکنه. میتونم بگم آیناز فقط خوابیده. بیماری اون اصلا شبیه کما نیست. ما یه سری داروها به اون میدیم که کمک کنه زود بیدار بشه. من پیشنهاد میکنم با مخارج سنگین بیمارستان خودتون رو خسته نکنید. دختر شما الان بیشتر از یک ماهه که اینجاست. اگه قرار بود اتفاقی بیفته تا الان افتاده بود. اونو بردارید ببرید خونه. امیدتونم از خدا قطع نکنید. دعا کنید. شاید معجزه اتفاق بیفته. دخترت از چشم بد گذشته. چشش زدم. چشم بد ازش رد شده. چششون در بیاد. دخترم همدم سازت بود که عاشق شد. تو با سازت به اون عشق بخشیدی. اون با قلبش فاصله یه رودو از بین برد.
رفت و عاشق سرباز اون طرفی شد. من ترسیدم عاشق، من ترسیدم، ترسیدم این عشقونو از من جدا کنه. خواستم به زور اونو سم مراد کنم، اما نمیدونستم، نمیدونستم که اون سم مراد نیست. عاشق مگه ما چی کاره ایم که تو دنیا سم و قسمت تعیین کنیم؟ ما چی کاره ایم آخه؟ همش تقصیر منه، همش. با اینکه عاشقم فریاد عشق این دختر رو نشنیدم، همونجوری که سالهای قبل به ندای قلب مادرش گوش نکردم، من معصیت کردم، معصیت. بهت قول میدم چشاتو باز کنی، هرکی که دوست داری تو رو به اون میدم. من نفهمیدم، من فقط اسمم عاشق، اما ازش هیچی نفهمیدم. فکر میکردم عشق فقط تو قصه هاست. دلت بشم آیناس، تو قلبت پر از عشق، من باید عشق تو ساز میکردم. آیناس فدای چشات بشم آیناس، چشات تو باز خواهش میکنم. آخه تو کی هستی؟ با تو هم تاوان کدوم گناه منی؟ با آیناز من چه کردی که به خاطر تو داره میمیره؟ ازش چه خواستی؟ برای گرفتن آیناز از من رو در از هم زورش به من نمیرسه. به من بگو آخه تو کی هستی که کمر منو شکستی؟ عجب عاشق دیوانه شده. برای به دوش کشیدن این گناه دیگه توانی ندارم. چاره‌ایم ندارم، برای این درد درمانی نیست. این حسرت که تا قیامت یقم و بله می کنه بیش نمیار از با تو هم. ای عرص قهرمان جدایی ها با
از آینس خبری نیست. آخه این دختر چی شد؟ تو چرا حقیقتو قبول نمی کنی؟ فراموشش کن. نمیتونم فراموشش کنم و ازش دل بکنم. تو که غریبه نیستی. عادت این جماعتو خوب میدونی. بعد از قضیه نامه خانواده دختره نمیذارن این فرا بیاد. شاید هم تا الان شوهرش داده باشم. امکان نداره. اینو به هیچ وجه نمیتونم قبول کنم. من که از خودم نمیگم. فرمانده میگفت. میگفت اون پسر نامزدشه. کدوم پسر؟ همون پسری که با من دعوا کرد. پسر عموش. ماشاءالله دخترم و مثل اینکه حالت خیلی بهتره ها؟ نگران نباشی ها، گوسفنداتو به آدم خیلی مطمئنی سپردی. تو فقط استراحت کن. خسته شدم از بس خوابیدم. منم میخوام برم. دخترم تو الان وقت صحرا رفتنت آخه. آره زنمو راست میگه، حسابی مریضی تو رو از پا در آورده. الان تو فقط باید بخوری و بخوابی تا کاملا خوب بشی. آخه مگه پسرعمود مرده که تو پاشی بری صحرا؟ من خیلی هم خوبم. چقدر بخورم بخوابم؟ دخترم چند روز دیگه صبر کن، بذار تا حالت کاملا خوب شه. یادت باشه سرباز داداشو، میدونی من اینجا چقدر چشم دارم؟ از همه یه کارات خبر دارم. شنیدم برای خودت دوستای خوبی پیدا کرد. احتیاط کن، بعدن وسط راه جا نمون. من اینجا دوستی ندارم. واقعا؟ من چیزی نمیگم، بذار اون چیزی که تو میگی باشه. زمان ثابت میکنه. ببین سرباز داداشو، تو زیر نظری، مراقب باش. آخه دخترم این چه غمیه، چه غصه ایه، چرا اینجوری شدی؟ هیچی، یکم حالم خوش نیست. بذار رخت خوابشو بندازم.
یکم بخوابی خوب میشی. آره بهتره بخوابم. تا فردا هر چی لازمه زودتر آماده کن. بریم یه نشون بندازیم دست آیناس. مگه دختر قاطعه؟ خب یکی دیگر براش میگیریم. این دختره معلوم نیست چه مرضی داره. حرف مفت نزن. خودم از دکتر پرسیدم. هیچ چیشم نیست. سالمه سالمه. میگفت معجزه است. هیچ نشونی از مریضی هم نداره. مرادم که خاطرشو میخواد. منم مثل شما برای مراد آیناس آرزوی خوشبختی دارم. خودتون بهتر میدونید. مراد انگار پسر خودمه. خدا حفظش کنه. اما اینا فراموش نکنیم. ما نمیتونیم اونا رو خوشبخت کنیم. اونا معیار خوشبختی خودشونو بهتر از من و شما میدونن. بله بله. همینطوره. ایشالله که مبارک باشه. بفرمایید دهنتون رو شیرین کنید. بفرمایید خواهش میکنه. امیدوارم مراد خوشبخت بشه. اما در مورد آیناز راستش من نمیتونم تصمیم بگیرم. برای هر چیزی خودش تصمیم میگیره. ما که قبلا همه حرفمون رو زده بودیم، توافق کرده بودیم، حالا چرا زدین زیر حرفتون؟ ما نباید حرف میزدیم. آیناز باید خودش حرف میزد. ما اینجا چی کاره ایم؟ ای به ای، این چه حرفیه میزنی عاشق؟ آیناز مگه این چیزا رو میفهمه؟ آدم قلبش پر از عشق باشه و عمرش کوتاه، بهتر از این که یه قلب خالی رو تو سینش سالا پیر کنه. من به شما گفتم منو به پای اینا نندازین. بابا من دختر یه خوانم، من رو آوردی به پای اینا. کجا میری؟ دختر آیناس کجا داری میری؟ بزرگتر این دختر و پسر ماییم. اینا چه بدونه چی به چی آخه؟ التفات خانم، خارزاده من هیچ مریضی نداره. خارزاده من مریض نیست. اسمش نزار بی خودی. دخترش منم ولی قبول نمی کنه. دوستش نداره. من چی کنم؟ عاشق دختره رفت. خاک تو سرت بکنم. آبرومون رفت. تو روستا آبرومون چی کار باید بکنی؟ چه خاکی توی سرمون بکنی باهه؟ چطوری توی سرمون بالا بگیری؟ Thank you.
شده. Aynaz! Ne bileydin? Aynaz! Ayrılık var. Aynaz! Seven kanı karar tutmaz. Seni benle alan yollar neden gelip sana çatmaz? Ne bileydin? Ayrılık var. Biz seven kanı karar tutmaz. Aydın önce çıkar mısın? İnan onu yata ve bine. Aydın serbaz adaşı baysa. Aydın. Neden elim sana geçmez? Bizi bizden alan hensin. Bizi